سلام سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. وقتی میخوای بر دوره زبان یا دانشگاه بیاید، خوابگاه رو اگه انتخاب بکنید به عنوان محل اقامتتون، ازتون یه گارانتی میخواد. گارانتی معمولا از سمت کوروز چیزی که درخواست میشه ویزال هست که یه گارانتی دولتیه، یعنی دولت شما رو گارانتی میکنه. معمولا افرادی که اینجا میخوان خونه اجاره کنن یا یکی از دوستاشون یا خانوادهشون گارانتیشون میشن، یعنی اگه این فرد بلایی سر خونه بیاره یا اجارهشو نتونه بده، اون خانواده یا اونی که دوستشون میتونه این هزینه رو تقبل بکنه. ولی برای افرادی که از ایران میان یا از بعضی کشورهای دیگه میان و خانواده اینجا ندارن و یا دوستی آشنایی ندارن، اگه هم داشته باشن احتمال زیاد اون فرد هم مثل خودشون دانشجوه و درآمدی نداره که بخواد بچه رو گارانتی کنه. معمولا خوابگاه اینو میدونه و ازشون درخواست ویزال میکنه. برای پر کردنش الان با هم چک میکنیم چجوری پر میشه. مونس پس ویزال رو میزنید. جوسوی لوکاتر رو میزنید. توی این قسمت آدرس ایمیلتون و پسوردی رو که انتخاب کردید میزنید. اگه چیزی رو تا الان ثبت نام نکردید که احتمالاً این حالت این گزینه رو باید بزنید و بعد قسمت لوکاتق رو میزنید، آدرستون رو وارد میکنید اینجا و پسوردی که انتخاب کردید باید 12 تا کاراکتر باشه که ماکسیموم 80 کاراکتر باید باشه. یه دونه حتما حرف بزرگ باید داشته باشه، حداقل یه دونه حرف کوچیک باید داشته باشه و یه عدد حداقل باید داشته باشه، حداقل یه دونه کاراکتر اسپشیال مثل اسپشیال مثل ات یا هشتگ یا علامت دلار یا درصد رو باید داشته باشه. دوباره ایمیلتون رو میزنید و دوباره پسوردتون رو تایید میکنید. پایین چیزی که پرسیده چجوری شما ویزال رو میشناسید، میتونید بگید که دوستتون گفته، رادیو گفته یا هرچی، یا از طریق وبسایت. اینجا راجعه اکسپت میزنید، بازم قبول میکنید و این گزینه رو باید بزنید که بتونید حسابتون رو داشته باشید. من حساب رو دارم، بر همین فقط واردش میشم. همچین صفحه‌ای براتون باز میشه که اولین گزینه رو باید بزنید. صفحه‌ای که میاد ازتون میپرسه که اینو حتما باید نبزنید، چون اگه خونه دارید، اگه قبلا خونه پیدا کردید، میدونم که قطعا قبلش خونه پیدا کردید، ولی نباید بزنید که اوکی بشه، یعنی بقیه مراحل خوب پیش بره. همون جوری که میبینید باید زیر 31 سالتون باشه تا بتونید از ویزال استفاده کنید. آپشن بعدی که گارانتی محسوب میشه گارانتمیه و رایگان نیست، بعدن راجبش حرف میزنیم. بعد این مورد رو که شما چند تا قرارداد رو امضا کردید، یه دونه قرارداد رو امضا کردید میزنید. خانم هستید یا آقا این رو انتخاب میکنید. فامیلیتون رو میزنید، اگه فامیلیتون مثلا دو قسمته یا
یه اسم دیگه صداتون میکنن اینجا بنویسید، اینجا اسم کوچیکتون، تاریخ تولدتون رو تو این قسمت بنویسید، شهری که ازش اومدید، کشوری که ازش اومدید. این قسمت رو حتما یونین اروپی هم بزنید، اگه نزنید توی قسمت بعدی گیر میکنه و نمیتونید کامل همه چیز رو پر کنید. اگه مجردید مجرد بزنید، اگه ازدواج کردید ازدواج بزنید، اگه قرارداد پک دارید که هم ازدواج سفید محسوب میشه میتونید اینو بزنید. و کشوری که اونجا اقامت دارید، خب قطعا برای فرانسه دارید اقدام میکنید، باید فرانسه رو بزنید. آدرس محل خوابگاهتون رو بزنید، کد پستیش، شهری که هست، شماره تلفنتون، دوباره آدرس ایمیل. اینو اگه قبلا مالیات پرداخت کردید بله رو بزنید، اگه نه توی سامانه مالیات ثبت نام نکردید نه رو بزنید. مواظب باشید اگه بله رو بزنید حتما بعدش ازتون مدرک میخواد، بر همین اگه مدرکی ندارید برای ارائه حتما نه رو بزنید. اگه نه رو بزنیم بقیه قسمت ها حذف میشه، ولی اگه آره رو بزنیم از همون شماره مالیاتیمون رو میخواد، چند نفر با ما زندگی میکنن و آیا فرد معلولیتی داره یا نه. برای قسمت بعدی شما انتخاب میکنید که چه شرایطی دارید. اگه کار میکنید اولی رو میزنید، اگه تدریس میکنید یا کارآموزی دارید دومی رو میزنید، اگه کاری ندارید بیکارید یا شرایط همچین چیزی سومی رو میزنید، اگه بورسیه هستید چهارمی، بورسیه نیستید پنجمی، سرویس سیویک آخرین مورد. مثلا بعد ازتون تاریخ میخواد، چه تاریخی شروع شده. خب قطعا تاریخ قبلی تر رو باید بزنید نه اون روزی که هستید. من همین جوری پر میکنم فرمو که بریم با هم آخرش رو ببینیم. اینجا اگه تازه میخواید چیز رو پر کنید کدو نزنید و اوتوخ که بزنید میره صفحه قبل، ولی ما نمیخواییم اینو بزنیم، میخواییم صفحه بعد رو ببینیم. اینو میدونم که الان برای خوابگاه درخواست دادید، میدونید که بهتون خوابگاه میدن، ولی همچنان نه رو بزنید. یعنی قبلا خونه پیدا نکردید چون ریزال باید تایید بشه بعد بهتون اتاق میدن. اینجا ستاره نداره پس مجبور نیستید پر کنید. اگه برای خوابگاه هست، خوابگاه دانشگاه، این گزینه رو میزنید. اگه مبل است این رو میزنید، مبل نیست این رو میزنید، اگه مبل است این گزینه رو میزنید. برای قسمت‌های دیگه هم اینجا میتونید شهر رو بنویسید یا کد پستیشو. اگه خونه است یا آپارتمانه میتونید انتخاب بکنید، ماکسیموم چقدر دارید اجاره میدید، مینیموم چند تا قسمت، مثلا مینیمومش یه قسمت میشه، ماکسیمومش اگه دو اتاق یا تدوه یا این میتونید دو بزنید یا سه بزنید. 9 متر مینیموم میشه، ماکسیموم هم که هر ماکسیموم اتاقی که هست میتونید بزنید.
تو این قسمت منبعی که منبع درآمدتونه رو باید بزنید، مثلا کف چقدر دریافت میکنید، یا اگه کمک های دیگه دولتی رو دریافت میکنید میتونید بنویسید. اوکی، من و یا اگه حقوقی دارید، اگه کار میکنید حقوق دارید یا از انواع دیگه یا کمک ها بهرمند میشید میتونید بنویسید. یکی رو باید بنویسید مثلا تا بره صفحه بعد. اینجا ازتون مدارک میخواد. اگه از ایرانید و میخواید اقدام کنید، میدونم که قطعا بعضی از مدارک رو ندارید، ولی خب میتونید بفرستید. بعدن که بهتون یه کد میده میتونید با همون ثبت نام خوابگاه رو انجام بدید، ولی تایید نمیشه ویزالتون چون که مدارک کامل نیست. میتونید بهشون خبر بدید به خوابگاه که بعد اینکه رسیدید اونجا کاملش میکنید. بعضی از خوابگاه ها قبول میکنن. اینجا کارت آیدنتیتی کارتتون رو وارد میکنید که یا میتونید پاسپورتتون رو وارد کنید. مثلا پاسپورت رو آپلود میکنید، یه موردش اوکیه، میتونید پاسپورت رو بزنید. بعدی این که الان در حال حاضر چیکار میکنید. اتستاسیون کاری که چون من گزینه اول زدم کار میکنم و همین اینو آورده، اگه اونو نزنید خب این گزینه فعال نیست طبیعتا. و آخرین مورد که ازتون مدرک چیز رو میخواد، مدرک منابع مالیتون رو میخواد که آخرین فیش بانکی رو میتونید آپلود کنید، ولی خب اگه ایران هستید میتونید همون تمکن مالی رو آپلود کنید. میبینید که چیزی مدرکی نخواسته که مثلا بگید نمیشه ثبت نام کرد و اینا، همه مدارک رو دارید. تمکن مالی رو که میشه داشت، این رو من اون مورد رو نمیزدم نمی آورد. این مورد هم با پاسپورت اوکیه، یعنی راحت میشه برای ویزال اقدام کرد. نهایتا یه صفحه میاره که وقتی همه مدارک رو پر کردید، یه دو تا گزینه است باید تیک بزنید و من الان چیزی رو آپلود نکردم چون نمیخوام بر ویزال اقدام کنم. دو تا مورد میاره، تیک میزنید هر دو رو و تایید میکنید و تمام میشه. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و بتونید اینجوری خوابگاه بگیرید. مدرک خاصی نخواست، یعنی چیزی که بگید حتما باید ایران باشم تا داشته باشمش رو از من نخواست، حتما از شما نمیخواد، همونجوری که با هم مشاهده کردید. خیلی موفق باشید.